فوری کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان در ملک در صورت تخطی به نهادهای عدلی معرفی خواهد شد. دوستان عزیز سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایین ویدیو با ما همراه باشید و چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. با گزارش رادیو آزادی، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید شرکت در ملک در صورت تخطی به نهادهای عدلی معرفی خواهد شد. دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری از این شرکت خواست تا توافق نامش را با کمیسیون به گونه درست عملی کند. شماری از حقوقدانان میگویند مطابق قوانین در صورتی که قراردادی ها از صلاحیت هایشان سوء استفاده کنند مورد تحقیق و مجازات قرار میگیرند. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان تاکید دارند که کمپانی در ملک جزئیات فعالیت هایش را با کمیسیون انتخابات شریک نساخته است. دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت شرکت در ملک باید طبق قراردادی که با کمیسیون انتخابات دارد و تعهدنامه‌ای که با احزاب سیاسی دارد باید عملی کند. او افزود اگر شکایت از در ملک شود و فهمیده شود که تخطی کرده یا آرای پاک و ناپاک را جدا نکرده از زیر عینک ما و معرفی به نهادهای عدلی و قضایی دور نخواهد ماند. این کمیسیون میگوید تا اکنون بیش از 4500 شکایت را در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ثبت و به آنها رسیدگی کرده است. بر بنیاد گفته های این کمیسیون تا اکنون شماری از رؤسای ولایتی کمیسیون انتخابات و زورمندان را به سارنولی معرفی کرده است. با این همه پرسش اینجا است که آیا نهادهای عدلی و قضایی صلاحیت پیگرد قانونی در ملک را دارند؟ در ملک شرکت جرمنی که مسئولیت بایومتریک آرای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده داشت. وحید فرزایی عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان بر رادیو آزادی گفت سوء استفاده از صلاحیت، تغییر آرا از سوی قراردادی ها مثل در ملک مطابق قوانین کشور و فصل ششم کد جزا مورد تحقیق، بازپرس و محاکمه قرار می گیرند. از سوی هم کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی خواستار آغاز هرچه زودتر بازشماری محلات و رایدهی از سوی کمیسیون انتخابات شده است. این کمیسیون تاکید دارد که نقض تقویم انتخاباتی برای آنان دیگر قابل قبول نیست و باید نتایج ابتدایی در 23 ماه عقرب اعلام شود. این در حالی است که با گزارش اسپوتنیک مسئولان در کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد نقض تقویم انتخاباتی میگویند اگر کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ 23 عقرب را نقض کند به تفاوت نخواهد ماند. محمد قاسم الیاس سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی در نشست خبری در کابل گفت از تمام 4528 شکایت در تمام ولایت افغانستان 189 شکایت استناف طلب، 100 شکایت رد و بعد 4 شکایت اخطار داده شده است. او افزود که اساس فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی 2118 محل به بازشماری می رود، 100 محل باطل شده و در شکایت استنافی 88 محل به بازشماری خواهد رفت. او اظهار داشت که کمیسیون انتخابات باید گزارش شرکت در ملک را با مردم کشور شریک سازد و تمام نامزدان و معاونان آنها که انصراف دادند باید تمام امتیازات دولتی را تسلیم حکومت کنند. با گفته او 4 قضیه جریمه نقدی شده و تعداد نیز به دادستانی معرفی شدند. او افزود که شرکت در ملک باید طبق قرارداد که با کمیسیون انتخابات و احزاب سیاسی کرده است عمل کند. اگر تخطی انجام دهد از سوی کمیسیون شکایات به دادستانی معرفی خواهد شد.
اختلاف های کمیشنران سرنوشت انتخابات را به کجا خواهند کشاند؟ با گزارش روزنامه صبح کابل، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات ابتدای همین هفته اعلام کردند که روند پاکسازی آرای بایومتریک شده از سوی شرکت در ملوک به پایان رسیده و 88226 رای تکراری شناسایی شده است. اورنگزیب از کمیشنران این کمیسیون در آن زمان گفته بود که کمیسیون انتخابات به لحاظ تخنیکی و عملیاتی با مشکلات مواجه نیست و تلاش دارد تا نتیجه ابتدایی را در وقت تعیین شده اعلام کند. در حالی که یک هفته دیگر تا اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده است، اختلافات دیدگاه میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات این نگرانی را به میان آورده است که آنان ممکن نتوانند مطابق به تقویم انتخابات نتیجه ابتدایی را در 23 عقرب سال جاری اعلام کنند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات ابتدای همین هفته اعلام کردند که روند پاکسازی آرای بایومتریک شده از سوی شرکت درملوک به پایان رسیده است و 88226 رای تکراری شناسایی شده است. اورنگزیب از کمیشنران این کمیسیون در آن زمان گفته بود که کمیسیون انتخابات به لحاظ تخنیکی و عملیاتی با مشکلات مواجه نیست و تلاش دارد تا نتیجه ابتدایی را در وقت تعیین شده اعلام کند. اما اخیراً تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله مدعی شد که حدود 300 هزار رای باید باطل اعلام شود. نور رحمان اخلاقی ناظر تخنیکی تیم ثبات و همگرایی روز دوشنبه 13 عقرب در یک نشست خبری گفت که 112 هزار رای که خارج از زمان رای گیری قبل از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 5 عصر 6 میزان درج سیستم شده باید باطل شود. این دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان خواستار باطل شدن 137,630 رای دیگر نیز شده است، زیرا به گفته او هیچ وضاحتی در مورد این آرا وجود ندارد. خواستیم در این مورد دیدگاه کمیسیون انتخابات را داشته باشیم که سرنوشت این آرا به کجا میکشد، اما مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات ضمن خودداری از ارائه معلومات با خبرنگار صبح کابل توهین کرد. آنچی اما نگرانی ها در مورد روند کاری کمیسیون را بیشتر کرده است، نبود هماهنگی میان اعضای کمیسیون انتخابات است. مولانا محمد عبدالله روز دوشنبه 14 عقرب به نحوه بر اظهارات اخیر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی مهر تایید گذاشت و گفته است که سرنوشت 137,630 رای معلق و 102,012 رای استعمال شده خارج از زمان انتخابات نیاز به بازشماری دوباره دارد که بدون آن روند بازشماری به مشکل مواجه می شود. این عضو کمیسیون انتخابات نوشته است حضور آن عده از مسئولان کمیسیون انتخابات که در ساحات کاریشان تفاوت فاحش آرا وجود دارد مطابق فیصله مورخ 7 میزان 1398 باید به مراجع عدلی مربوط معرفی شوند، زیرا در موجودیت چنین اشخاص مشروعیت بازشماری نیز زیر سوال می رود. در همین حال نهادهای ناظر انتخابات نیز عدم هماهنگی میان اعضای کمیسیون انتخابات را تایید میکنند و میگویند که نبود دیدگاه واحد یکی از دلایلی است که سبب تاخیر در اعلام نتیجه و کندی روند انتخابات شده است. سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بر روزنامه صبح کابل میگوید از مهمترین چالش هایی که در کمیسیون انتخابات وجود دارد عدم وحدت دیدگاه میان اعضای این کمیسیون است. با این همه روند تفتیش و بازشماری آرا از دیگر مسائلی است که تا اعلام نتیجه ابتدایی کمیسیون انتخابات باید آن را پشت سر بگذراند. این کمیسیون اخیراً اعلام کرده است که تیم های تکنیکی به منظور بازشماری آرا به ولایت ها فرستاده شدند. هرچند تکت انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی خواستار آغاز هر چیز زودتر روند بازشماری است، اما تکت انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید تا زمانی که سرنوشت 300 هزار معلوم نشود کمیسیون نباید به بازشماری آرا بپردازد. دوستان عزیز سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً اگر میخواهید از ویدیوهای تازه و جدید ما با خبر شوید پس چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنین ما منتظر پیشنهادات و انتقادات شما جهت بهبود برنامه‌های بعدی ما هستیم.